مسئولین زراعت در بلخ از افزایش علاقمندی زنان برای پرورش مرغ‌های خانگی خبر می‌دهند. زنانی که از این پروژه مستفید شدند می‌گویند با ایجاد فارم‌های پرورش مرغداری توانستند وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان را بهبود بخشند. یک فارم کوچک خودم بر خود ایجاد کردیم، اما یک ماه پیش یک 500 تا مرغ گوشتی انداخته بودم، باز در فروش رساندم، اما ازش بسیار فایده خوب بردم، اما بسیار خوش هستم. این مال قدیمی مقداری خوب نیجی مصروف هستم، روزانه میم کار میکنم که یک خرج اولادا برشنه در خانه کمک شنم. به تازگی وزارت زراعت افغانستان 50 فارم مرغداری را برای زنان بلخ به هدف خودکفایی ایجاد کرده است. فاطمه انصاری از فارمداران مرغ در ولایت بلخ است که توانسته مصارف تحصیلش را از بهره‌گیری از این فارم مرغداری به دست بیاورد. قطع مرغداری در زندگی ما رول 50-50 دارد که ما امیدوار هستیم که در آینده از این مرغداری بتانیم خرج و مخارج تحصیل زندگی خود رفع بکنیم و این مرغداری که در کناری شاید بتانیم یک کارگر اگر در مرغداری استخدام کنیم و با ما شندک با او میتیم کسی دیگه هم بتانه با او امرار معاش یا پیشبرد زندگی خود بکنه. از سوی هم مسئولین زراعت بلخ میگویند که با ایجاد 600 فارم مرغداری برای 15,000 تن در این ولایت زمینه های اشتغال مساعد شده است و وزارت زراعت افغانستان تلاش دارد تا بسته‌بندی محصولات را برای بازارهای جهانی معیاری بسازد. در کل در ولایت بلخ ما بالاتر از 600 فارم داریم. فارما از 30,000 قطعه شروع میشه، 25,000 قطعه، 20,000 قطعه. آخرین فارمای ما تا 1,000 قطعه البته فعالیت میکنه که این فارم که شما 500 قطعه میبینید بیشتر به خاطر خانما و اقتصاد خانواده هست که فعالیت میکنه. خوشبختانه علاقمندی هم بیشتر هست. برای پیدا کردن یک بازار مطمئن به محصولات زراعتی خود به فاکتورهای مختلف ضرورت داریم، از جمله بحث بسته‌بندی یکی از موارد است که وزارت زراعت جدی تاکید داره و در این قسمت با سکتور خصوصی در مذاکره هست که بسته‌بندی ها معیاری شود. در این حال وزارت زراعت افغانستان میگوید که برای سال جاری 1,500,000,000 افغانی بودجه انکشافی در اختیار دارند، اما نامنی ها مانع تطبیق پروژه های بزرگ در بخش های زیربنایی زراعتی شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا.